مهناز افشار متولد 21 خرداد سال 56 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است. او متولد سال مار است. در کودکی خیلی شیطنت می‌کرد و همیشه دوست داشت بوفه‌دار مدرسه باشد. یک بار به خاطر شیطنت‌های فراوانش 2 روز از مدرسه اخراج شد. در دوران کودکی عاشق آتاری مخصوصاً بازی و دوز و پلیس بود و به تماشای کارتون علاقه فراوانی داشت. از سیندرلا، 101 سگ خالدار، پلنگ صورتی، مورچه خوار، سندباد، حاج زنبور عسل، خانواده دکتر ارنست و جودی عبود به عنوان کارتون‌های دوست داشتنی دوران کودکیش یاد می‌کند. مهناز افشار دیپلمش را در رشته تجربی گرفت و برای ادامه تحصیل به مدت 4 سال در مؤسسه غیرانتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت و در کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان تعلیم دید. مهناز افشار خانواده‌اش ریشه مذهبی دارند و همین دلیل هم در ابتدا مخالف بودند که دخترشان وارد بازیگری شود. او درباره سابقه جواهرسازی در خانواده‌اش می‌گوید: برادر کوچکترم 14-15 سال است که در زمینه جواهرسازی فعالیت دارد و من هم گاهی با او همکاری می‌کنم. فعالیتم به این شکل است که گاهی طراحی‌های جدیدی به او ارائه می‌دهم و او آنها را می‌سازد. در فاجعه کشتار مردم غزه، ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده فلسطین، او بخشی از دستمزد خود را برای بازی در فیلم پسر آدم دختر حوا به کودکان بیپناه غزه اختصاص داد. مهناز افشار با یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ازدواج کرده. مهناز افشار و یاسین رامین در 4 خرداد سال 94 صاحب دختری به نام لیا شدند. گویا جوری تنظیم کرده بودند که بچه‌اش هم خردادی شود. در ابتدا شایع شده بود که همسر مهناز افشار 10 سال از او کوچکتر است که با توضیحات مهناز مشخص شد چرا این شایعه به وجود آمده. برادر همسر مهناز افشار محمد امین رامین متولد سال 1366 است و در ابتدا شایع شده بود که او با مهناز افشار ازدواج کرده است. پس از توضیحات مهناز افشار مشخص شد وی با یاسین رامین که متولد سال 1360 است ازدواج کرده. البته یاسین رامین قبل از مهناز افشار 1 بار ازدواج کرده و با جدایی از همسر اولش با مهناز افشار ازدواج کرد. پدر یاسین رامین محمد علی رامین اظهار کرده است که تا روز قبل از مراسم از تصمیم پسرش خبر نداشته، ضمن اینکه او در روز مراسم ازدواج پسرش هم حضور نداشته است. همسر مهناز افشار در مورد رد شایعات مهریه 20 میلیاردی مهناز افشار بیان می‌دارد: مهریه همسرم 10 شاخه گل نرگس، 1 جلد کلام الله مجید و آینه و شمدان بوده. مهناز افشار با بیان این که من و همسرم اصولاً به ژن خوب اعتقاد نداریم و به عمل کرده اعتقاد داریم ادامه داد: شاید قبل از ازدواج آرزوهای دیگر داشتم، اما الان آرزوهایم متفاوت است. این اواخر بابت موضوع شیر خشک‌ها آزرده شدم. من از نهادها تقاضا کردم که به این موضوع برای شفافیت و روشن شدن اذهان عمومی رسیدگی شود. با وزارت بهداشت و هلال احمر صحبت کردم و گفتند چه این پرونده‌ای وجود ندارد و گفتم چرا این موضوع رو عنوان نمی‌کنید و این درخواست من مدعی العموم حساب نشده است. وی همچنین افسود: همسر من پرونده مالی دارد و من قطعاً به دادگاه عادل و شفاف رضایت دارم، چون خط قرمز من حق مردم است و این شو نیست، چون در حال رای جمع کردنم نیستم. من بابت کاری که در جامعه کردم نسبت به مردم مسئول هستم و بدهکارم و به حکمی که در دادگاه می شود قطعاً رضایت می دهم. او خاطر نشان کرد: من بابت زندانیان سیاسی، خشونت، ورود زنان در ورزشگاه‌ها، مسائل بچه‌ها و هر جایی که فکر کردم اسم من وظیفه دارد فعالیت کردم و دلم می‌خواهد یک عذرخواهی نسبت به همه آنهایی که من را مؤاخذه کردند بکنم. ببخشید که نتوانستم این موضوع بحران حاشیه را برای شما شفاف کنم، چون از دست من خارج بود و کسانی که این کار را کردند و دروغ گفتند خیلی قوی‌تر از من بودند. هر چقدر که به گذشته و باورهای من اعتقاد دارید، همسر من در این موضوع دست نداشته و او پرونده‌ای دارد که بابت آن 7 ماه زندانی شده، پس هیچ تفاوتی با بقیه نداشته. در نتیجه امیدوارم نهادها این مسئله را روشن‌تر کنند تا من بتوانم خیلی راحت‌تر دغدغه‌هایی که دارم را به سرانجام برسانم.
مهناز افشار درباره بازی در سریال و شبکه نمایش خانگی بیان کرد: سریال های خارجی را میبینم و همچنین سریال های تلویزیون را هم میبینم و قصه میخورم، اما اگر پیشنهاد بازی در تلویزیون شود قبول نمی کنم، چون با تلویزیون رابطه هم خوب نیست و دوست ندارم در سریال بازی کنم. در شبکه نمایش خانگی هم یک کار غیر موفق با نام عشق تعطیل نیست داشتم که قصه و انسجام نداشت. اون زمان تقصیر را به گردن آقای گلزار انداختم، ولی اشتباه بود، چون مگر در عاشقانه حضور نداشت؟ او در ادامه درباره بازی در سینما به عنوان بازیگر نسل اصلاحات و ورودش به آن و چشم‌اندازی که در نظر داشت بیان کرد: من آمده بودم در سینما دیده شوم و صادقانه بگویم که در دوره دبیرستان به من میگفتن شبیه یه خواننده و بازیگر مشهور یعنی گوگوش هستم. این موضوع برایم جذابیت داشت و در دوران نوجوانی این دیده شدن در من شک گرفت. او ادامه داد: شروع فیلم هایم از شور عشق و خاکستری برایم جدی نبود، چون 18 سال بیشتر نداشتم. اولین کار تصویریم مجموعه گم شده کار مسعود نوابی بود که در آن زمان تدوین می‌خواندم و خانم شمسی فضل اللهی مرا معرفی کردند. بعد از آن توسط آقای عبدالله اسکندری به سینما معرفی شدم و واقعیت این است که این کار برایم جدی نبود، هم به دلیل سن کم و هم به دلیل تجربه کمی که داشتم و فکر می‌کردم فقط برای دیده شدن آمدم. یادم است که آقای اسکندری من را به دیدن تمرین تئاتر خانم گلاب آدینه بردند تا فقط بیان و بدن را یاد بگیرم. به همین دلیل معتقدم از فیلم سالاد فصل بود که سینما و حتی مهناز افشار نه به عنوان یک بازیگر برایم جدی شد. 5 سال بعد از شروع بازیگری به کلاس‌های بازیگری رفتم و شروع به کتاب خواندن کردم. یادم است بعد از دیپلم رشته تربیت بدنی قبول شدم و چون اون رشته را دوست نداشتم دانشگاه نرفتم و به واسطه همسر داییم که معاون امور تئاتر در دانشگاه سوره بود به مؤسسه معرفی شدم و آنجا به مدت 4 سال تدوین خواندم. آن موقع به عنوان کسی که میشد او را پشت دوربین حساب کرد مخاطب خیلی خوبی بودم. اگر اشتباه نکنم عروس و قرمز جز فیلم‌هایی بودند که ایران با نمایش آنها تکان خورد و از همان فیلم‌ها می‌شد فهمید ورود افراد به عرصه بازیگری چقدر سخت است. آن زمان خانم افسانه بایگان و جمشید هاشمپور بعد از یه دهه فعالیت به سوپر استار تبدیل شدند. آنها سوپر استارهای موفق آن دوره بودند و خیلی سال طول کشید تا چهره‌های جدیدتری چون خانم هدیه تهرانی یا خانم نیکی کریمی یا بعد از فاصله خانم لیلا حاتمی بعد از گذراندن دورانی وارد سینما شوند. آنها به سختی وارد شدند و برای حفظ موقعیتشان تلاش کردند. اگر اشتباه نکنم اولین فیلمی که در سینما بازی کردم دوستان بود. یادم است در جشنواره فجر همون سال خانم تهرانی و خانم کریمی کاندیدا شدند و اگر اشتباه نکنم خانم کریمی برای فیلم دوزن جایزه گرفت. آن موقع فیلم‌های با ارزش و قدرتمندتری ساخته می‌شد که مشابهش را در سینمای امروز ایران کمتر می‌بینیم. اما برای من که دهه 70 وارد سینما شدم و پله پله 20 سال لاین عرصه کار کردم و تا اینجا آمدم، وضعیت طور دیگری بود. شاید من و بهرام رادان با فیلم شور عشق دیده شدیم، اما حفظ این موقعیت برای من و هم نسلانم در سینما اصلاً کار ساده‌ای نبود. من از فیلم سالاد فصل مسیرم رو در سینما عوض کردم و سعی کردم فقط در فیلم هایی که برای دیده شدن ساخته می شوم بازی نکنم. با این همه به نظرم وارد شدن به سینما نسبت به گذشته راحت تر شده، اما همچنان معتقدم ماندگاری کار ساده نیست. مهناز افشار می گوید: من خیلی هم علاقه به بازی کردن همه نقش‌ها ندارم. در همه جای دنیا مثل هالیوود یا سینمای هند و اروپا تنوع بازیگر به چشم می‌خورد. همه بازیگرها چهره نیستند، بلکه بازیگری‌اند که توانمندند. نمی‌دانم ایراد از کجاست که ما به چهره‌های جدید یا توانمند اجازه ورود به سینما را نمی‌دهیم. من وقتی وارد سینما شدم دختر 18 ساله‌ای بودم و از همون ابتدا برای حضورم در سینما دستمزد گرفتم. اولین دستمزد بازیگریم 200,000 تومان بود. قبول دارم وضعیت اکران فیلم‌ها نسبت به قبل سخت‌تر شده و مثلا جایی مثل حوزه هنری بنا بر سلیقه شخصی و حتی اندکی کش سلیقگی فیلم‌ها را تحریم می‌کند. البته من با کلمه تحریمم به شدت مشکل دارم.
دلم می‌خواهد بدانم کسانی که به وضعیت فعلی سینما معترضند آیا به واقع فیلم موفقی در کارنامه کاریشان دارند؟ شاید هم فیلم موفق داشته باشند، اما انتخاب‌های بعدیشان غلط بوده و انتخابی کردند که فیلم‌های قبلیشان صدمه زده. مگر ما الان بازیگرانی چون پریناز ایزدیار، طناز طباطبایی، باران کوثری و یا ترانه علیدوستی نداریم؟ خب اینها که از آسمان نیامدن. ممکن است یک سالی من خودم فیلم بدی داشته باشم و همون یک فیلم بد به من لطمه بزند که مجبور شوم ماها یا سالها کار نکنم. پیش آمده که من تاوان یک تصمیم اشتباه را دادم و به واسطه همون تصمیم اشتباه یک سال کار نکردم، ولی به این معنی نیست که بگویم سینما مرا در خودش راه نمی دهد. مثلا فیلم گیلدا که من در آن بازی می کردم با انگ فمینیستی بودم به جشنواره راه پیدا نکرد. من هم می توانستم با همین بهانه جشنواره را تحریم کنم. اما چرا باید این کار را بکنم؟ می گویم یک سری سلیقه فیلم گیلدا را نپسندیدند. تحریم جشنواره را قبول ندارم، اما واقعا دلم می خواهد جشنواره فجر شبیه جشنخانه سینما یا جشن منتقدان یا حتی مثل اسکار به فیلم های جایزه بدهد که در طول سال اکران شدند و دیگر برای انتخاب فیلم با تعداد آدم های محدود با سلیقه های محدود روبرو نباشیم. در این شرایط فیلم ها می توانند خیلی منصفانه تر قضاوت شوند. مهناز افشار درباره دستمزدهای سینما میگوید همون چیزی که درباره عشق و علاقه بازیگران میگویید انگار در برخی با میزان دستمزدشان رابطه معکوس دارد. هرچه علاقه کمتر میشود دستمزدها بالاتر میرود. در سینما انتخابها محدود است. یک وقت ممکن است پروژه‌ای لنگ بازیگر باشد و به همین خاطر حاضرن دستمزد او را هر چقدر زیاد و غیر منطقی باشد بدهند. مهناز افشار درباره اکران نشدن فیلم ها میگوید در دولت فعلی هم خیلی فیلم ها امکان اکران ندارند، مثل فیلم آقای کاهانی، آقای عیاری و فیلم های دیگر. در دولتی که برای همه ما اتفاقات خوب کاری میافتد امید و انگیزه داشتیم که کار ما نتیجه دارد. الان ممکن است من سر فیلمی بروم که دستمزد را هم نگیرم و فیلم خیلی سختی هم باشد و همزمان همه ذهنم درگیر این است نکند این فیلم برود در کمد و هیچ وقت اکران نشود. صحبت عمر است، صحبت زندگی است، صحبت هزینه کردن همه این هاست. همین بی‌اعتمادی باعث می شود بازیگر برود در فیلم های بازی کند تا خرج زندگیش در بیاید. وی درباره سیاست می گوید سیاست روی همه چیز تأثیر دارد. من تعجب می کنم بعضی ها می گویند ما سیاسی نیستیم. مگر می شود؟ الان همه ما سیاست زده هستیم. حتی زندگی های شخصی ما هم تحت شعاع سیاست قرار گرفته است. مهناز افشار برای بازی در فیلم تهران تا بهشت ابوالفضل صفاری در بهمن ماه سال 92 برای حضور در جشنواره فیلم روتردام به هلند سفر کرد. فیلم تهران تا بهشت پنجم بهمن ماه در جشنواره روتردام روی پرده رفت و با استقبال تماشاگران سالن نمایش آن کاملا پر شده بود.